مشکل اون خاطرات رو زنده کردن. حالا اگر شما نشنیدید میفرستیم برای تو که اینم داشته. از میان همکاران، از میان اون هنرمنداری که شما همکاری دارید، مثلا در تاجیکستان شما یکی از نقطه است و من خوب هم هست میدونم. اما میخواستم بدونم که از هنرمندان ایرانی با کی نه تنها همکاری بلکه دوستی داشته باشید؟ با بیشترشون، با بیشتر، با همهشون که دوست هستن و رفت آمد داریم تو کنسرت ها، با بعضیشون فوتبال بازی می‌کنه. من و برادر هر دو تامون فوتبالیست هستیم و با تیم هنرمندان ایرانی بازی می‌کنه. باروش گلر ماست و خیلی ها هستن، ستار، شهر و شبقره، سپیده، همهشون دوستای نزدیک من هستن و دو سلایی بکنم فقط با شهرام خوندم. چند روز، چند بار وقتی آهنگای ملی میانی بوده با همه خوندیم، ولی دوستایی فقط مثل این با شهرام. آقای اندی، میخواستم بفهمم که شما در خانواده ای عادی با باید رسیدید یا اینکه سنبکار، یا اینکه هنرمند؟ گفتم نمیدونم، چون پدر مادر من هیچ کدومشون کار صنعت موسیقی نمیکردن، ولی تو خونه ما همیشه موسیقی بود. پدر مادرم وقتی کوچک بودیم، وقتی سرحال بودن یک قابال داشتیم، پدرم میزد و میخوند و همیشه علاقه به موسیقی تو خونه بوده. ولی فکر میکنم ماها اولین نسل صنعتگری هستیم. آقای اندی، آقای در تاجیکستان بودن هر روز خاطره است. روزی 50 تا خاطره جدید داریم. خاطره خاطر مونده. خب برای من همونطوری که گفتم اولین خاطرات با در خدمت آقای مرادوف بودم خیلی شیرین بود. الان داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم که اولین باری که اومدیم تاجیکستان خیلی سورپرایز شدیم، تعجب کردیم که موسیقی ما رو مردم میشناختن و دوست داشتن بشنون. چون ما تاریخی، من همیشه تاجیکستان رو میشناختم و تو تلویزیون دیده بودم، ولی این که آهنگای من و مردم میشناختن برای من خیلی هم عجیب بود هم خوشحال کننده بود. در همون سفرم با بچه ها رفتیم توی بالای کوه، نمیدونم اسمش چی بود، برزاق، اونجا خیلی جای قشنگی بود و اونجا هر جا میدیم مردم استقبال میکنن، باعث خوشحالی من است. من خیلی آدم ساده ای هستم، ضرب و برق زیاد ندارم، چیزهای خیلی نرمال منو خوشحال میکنه. ما حتی وقتی گفتم که آقای اندی رایم، نوراگ رایم، برزوب رایم، جو دم گیریم، استراحت کنیم، میگفتن که از خوبتر از استراحت رایم اونجا کار کنیم، پریس کانفرنس کنیم، رادیو رایم، برما این مهم است. برای همین بسیار نفره که فقط علاقمند کار رو ایجادیو تو هم رو باکرم. آقای اندی، نسل ما اونا که ما بزرگ شدیم زیری آهنگای شما بزرگ شدیم و اونا میدونیستیم مثلا همون بهترین آهنگایی که از شما شنیدم همون دختر بنده رو، اگه عشق همینه، بعد نیلوفر که گفتم. اما در چند سال اخیر آهنگاتون خیلی مدرن شده است، یکم از همون آهنگای ملی که بودن طبل و این چیزات خیلی دورتر شدن و بیشتر با آهنگای برقی اجرا میشن. خب تصمیم نیست که بازم یک بار دیگر یک آهنگی خیلی ملی و با همون طبل و با همون چیزایی که برای تاجیکا خیلی نزدیک است اجرا شود؟ موسیقی هر روز تحول داره، هر نسلی همینجا شما نگاه کنیم، نسل جوان‌تر که میاد موسیقی خودشو داره. اگر ما میخواییم دل جوان‌ها رو به دست بگیریم، اگر ما میخواییم جوان‌ترا موسیقی ما رو گوش کنن، باید با به سبت اونا موسیقی اجرا کنیم. بزرگ‌ترا اون چیزی رو که دوست دارن همیشه دوست دارن و همونطوری باش میمونن، ولی کنسرت نمیرن، سیدی نمیخرن، با هم گوش نمی کنن. چون بزرگترها
ممکنه زمان جوانیشون کنسرت میرفتن و پس برای تحول و برای پیشرفت باید ببینیم جوانترها چی میخوان. فلو در دست جوانه و جوانترها حالا بغیر از پول که حقیقته که پوله که ما میتونیم باش آلبوم درست کنیم، ویدیو درست کنیم، خیلی مهمه، ولی مهمتر اینه که پیشرفت در دست جوانترها است و باید با اونا جلو رفت، وگرنه موسیقیش اون موسیقی هم که تو آشنایی داری باش اون هم همه یادشون میاد. ولی من خودم نه اینکه همه نوع موسیقی دوست دارم، مثلا موسیقی آقای مرادوف رو دوست دارم، هر روزم که پیشرفت میکنم، هر روزم که الکترونیک میشم، ولی اگر دقت کنی توی تنظیم ها من میشه ملودی های فوق، ملودی های محلی، تنظیم های محلی وجود داره، ولی امروز روز الکترونیکه و باید همرنگ جماعت باشید. اگر آلبومی درست کنم که آهنگ عاشقانه داره، حتما تو شارگاه چیز سازای ملی هم استفاده. آقای اندی و آقای جنبگ، از هر دشما میخواستم سوال کنم که از آن کنسرتی که شما در مشترک سنه پنجم مای در یکی از تالارهای زیبای کشور ما برگزار میکنید، آیا از مخلصان تاجیک و ایرانی ها چی رو انتظار هستید؟ فکر ما که ما میخواییم کنسرت فقط همین رقص و خورسندی و همین یک چگون کنسرت رقم نشه که می دو ساعت شده تماشا کنند و فقط چپر زن. من بخوام که کنسرت هم که شده که همه از جوش خیسته رقص کنند، سلوت خونی کنند، یک چیزی کنیم که همین چیز مثلا یک چیزی نوآوری کنیم برای همین اساسی اکسنتی ما برای همین خود.